خدا زن را آفرید و خدا صدا را آفرید و خدا زن و صدا را به صورت فریاد آفرید. زن اعتراض همیشگی، با پوزش از عدم حضور از شنیدن نام و پیغام شما خوشحال می شویم. امید، بیدار نشدی؟ گوشی رو بردار. امید، فکر کردم با زنگ ساعت ها بیدار میشی. دیگه نمیدونم چی میتونه تو رو از این خوابی که هستی بیدار کنه. الو، ببین بیدار شدی یه نوار برات پر کردم تو ضبط، گوش کن. آخرین حرفامو زدم، چون به حرفام گوش نکردی برات پیغام گذاشتم. فکر کردم فرصت خوبیه که فقط گوش بدی و قول بدی که حرف نزنی. امید، یه جورایی ازت ناامیدم، چون هر کاری لازم بود واسه متقاعد کردنت کردم، اما تو انقدر خودخواهی که حتی حاضر به شنیدن حرفام هم نشدی. تو یه هرچی دلت خواست گفتی که. مگه قرار نبود حرف نزنی؟ امید، سعی نکن خودتو توجیه کنی. تو این مدت که تو بیکار بودی، من با هر جون کندنی بود زندگی رو اداره کردم. من باید برم، خودتم اینو خوب میدونی. دوست دارم با هم بریم. اگه نیای من میرم. بلیط و پاسپورتت هم رو میز آشپزخونه است. مال خودم رو برداشتم. یا سر وقت میای فرودگاه با هم میریم ایتالیا، یا تنها میرم. حمید منتظر هر دوی ماست. تصمیم بگیر. فکر میکنم تنهایی بهتر بتونی تصمیم بگیری. اینجا دیگه جای تو نیست. ضمناً کرده یعنی چی؟ صد دفعه بهتون گفتم بریم دنبال خونه بگردیم. هشینه آخرش چی آوردین؟ چه فرقی میکنه؟ معلومه دیگه، مأمور آورد با موتور. رضا این ماشین گرم شد. ببین چه خبره. چکر آقا جان. سلام. بمد آقایی باز داری خالی میبندی؟ فرمه این خدمت شما. یه حکم تخلیه این داده؟ بله. سر کاری بابا. چی سر کاری بابا؟ مور دادگاه داره اینا. آره این مورم جلی دیگه. ای بی مرامه، این آخر نیش خوشو زد. بینم این دست کی بوده؟ چه فرق میکنه فعلا که دست توه؟ یه ما هم که بیشتر وقت تخلیه نیست و
ما هم که گردنمون از مو باریتر، همین روزا با اجازهتون چند روز دیگه میریم منزل جدید. بله بنده هم اگه صاحب خونه شده بودم انقدر لوندی میکرد. قابل شما نبود، ما اختیاری. اما یه چیزی میگم راستش رو میگم، شد یه بار خوش خبر باشی زهر ما میخنده. بابا به من چه، خودت رفتی گردن کلوپ تیکه با یه رو احتشام دوار رو انداختی. شما رفتی بپر بالا رضا سر را میریم بونگوش، من خدمت این میرسه حالا بریم این تتک. به من چه دفتی؟ آقا راستی این چک آخری خونه ما بدجوری داره برگشت میخوره، پولمون تو دست بالتون. اگه ما اعتیلی داشتم که یه ما پیش خونه اجاره میکردم. خوشمزه. هنوز دیر نشده، برین یه التماسی چیزی بالاخره شاید یه خونه ای برای تو گیر بیاره. اول خدمت اون محتشم میرسم، بعد میام حال تو یکی رو میگیرم. خدا در جهان یک جهان گیر داد که او هم به کل جهان گیر داد. آقا خدافظ شما، موفق باشید. خاله فرنگی خاله سر اینا میخوان کجا برن؟ میخوان برن خارج. خارج دو سر یا اونجایی که ما میخوایم بریم؟ ما که معلوم نیست خودتونت برم کجا میخوایم بریم، ولی خارج دورتره. زنجیر چرخ داده من کوش زنجیره. زنجیر چرخ بابت چی؟ بده من بهت میگم برای چی، بزنم فرق سرش کوش زنجیر. میخندی چرا؟ آقا زنجیره بده من، مگه نمیخوای بری بونگوشو بریزی من؟ بینم تو مثل که قضیه رو راست راستی جدی گرفتی. نه تو شوخی گرفتی؟ حکم تخلیه است، مهر دادگاه داره. فکر کردی محمد خالی میبنده؟ بده من اون زنجیره بریم بیشیم بینیم بابا برسم. شلوغش نکن داداش من، تموم شد رفت اون دوران. آی زنجیر بکشم و قمه بکشم و چاقو بکشم نداری من بکرد، قانون داره، حساب کتاب داره. پس ما آمدیم اینجا چی کار؟ من نمیفهمم. ببینیم محتشمه حتما یه ریگی به کفششی که داره این اصرار میکنه قبل اومدن حساب خونه ما رو بریم کنه. بیشین آروم باش، بذارش به اوتانه. خب چه بریم ما چش کنیم بینیم اینجا رو صورتش؟ نداداش درس اول، هر موقع عصبانی هستی چی؟ اصلا هیچ رقمه قاطی نمیکنه. درس دوم بپر پایین تو بگم فقط آرتو پورت بلدی. خب معلومه همه عشقش به آرتو پورتشه. نه حالا میفهمید بنده چیکار کنه. درس دوم دعوا مال خره، مرد که دعوا نمیکنه. کت رو دوش بجون، سرسینه جلو، کفتری آه که تو کول باز، صدا رو بنده تو گلو. خوبه آه پا پرانتز عداش دورینی، اولشو پر بیای طرف کرخیده. اینم درس سه، برو جلو بینیم با بری. اینو بس چی گردی؟ بده با اینو با چیکار کنی؟ خب بذارم تو صورتش. آه بیرگیاش این مال ماست. بیا بری. چشم آقا چشم، اونم به چشم چشم. بینم این محتشم نی؟ اتشان محتشم نبریم، یعنی نیست اصلا. نیست کوزه داری یا نه؟ کوزه؟ آب؟ آب میخواد بیارم از توی یخچال؟ نخه بهش میگی میره یه کوزه میخره، اینو میذاره در کوزه آبشو میخوره. ملتفت شدی؟ بابا مال ماسو نداشت. بری جاشموسو. الو آقا شنیدید که؟ حق با شما بود، اومدن با توپ پر. باز شروع باید نبود عشق کردم جهنمش هم داری هرتی. امید کجا جیم فنج دادیم بزن؟ رفت جزو دسته سیسیلیا دیگه. کجا؟ ایتالیا با رفت؟ چه بودن بیمارفتی؟ میمورد یه خدافزی با ما بکنه؟ خدافزی فرمودن البته خویشون نه آقاشون. تو
بفهم آما اینجا چوغلفیم دیگه. چی؟ یعنی بفهم آما اینجا چوغلفیم دیگه. با بذار عرقت خوشه یه گردگیری کردی ها چوغلفیم. حالا فعلا چیون تا بعد؟ چیون اصلا این خونه است. این امکان نداره بدون خداحافظی هم من بذاره بره. بذار یه در من بزنه. اما نیم من نیستی امید جان. امید اصلا جان نیستی خونه؟ با زور نزن رفته. اصلا میگم رفته زور نزن. میگم این امیدین هم خیلی بالن ها، دمشون گرم واقعا. اولا این چه طرز حرف زدنه، بعدم کو سلامت. سلام، چی گفتم مگر؟ من نمیفهمم تو چرا تازگی اینجوری حرف میزنی. چه جوری؟ همین دیگه، هی کلماتو یه جور دیگه ادا میکنی. تریپ و باحاله و کرتیم و کرتیم نه و کرتیم گام شد رو صف بزن. باز میخوای گیر بدی یا گیر میدی؟ هم گیر میدی. بفرما اینم یه کلمه دیگه. بابا یه کلمه اومده بگیم اینا چقدر باحالن اینجوری بدون خدافظی میذارن میرم نه صفه. ستاره خانم از من خدافظی کرد. چه ربطی به من داره؟ امید چاپ دلازی من می‌خواست بره من خدافظی میکرد. لابد ندیدت مادر جون. در صورت باید وای میسه اول حکم تخلیهشو میگرفت بعد میرم. چی؟ حکم تخلیه چی؟ حکم تخلیه از نوع آقای احتشام. رفتن شکایت کردن ایشون. بله. حکم تخلیه رو بوده صبح داده دست مأمور، مأمورم داده بود دست محمد. محمدم دادش به ما. خب شما چیکار کردین؟ ما چیکار کردیم؟ خبر نداریم. من و جام رفتیم رفتیم دم در بنگاش. زدم در واکه نمودم جنگ کن بینیم بابا کسه گذرا حاکم تخلیه واسه ما هم داری میری. یک کله من اومدم یک کفگرگی جوان اومد پرد کردم تو صورتش گفتم باره واسه در کوزه آب شما خواه. بسته 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 همشه خوردی بعدم به قول خودتون اقل خالی نبند. باورت نمیشه پسرت امروز قیصر شده بود واسه خودش. خیلی خوب بسته خوب داستان سرایی کردی. بالاخره بگو ببینم چی کار کردی. راستشو بگو. بیا بریم ببینم. کجا؟ خونه جهانگیر خان. بریم اونجا چیکار؟ بریم ببینیم چه دست گلی به آب دادیم. بابا رفتیم گدگیری کردیم اومدیم دیگه کاری نکردیم که. ببینم اگه یکی کار خلاف بکنه قاضی حکم جلبشو صادر بکنه بده دستش میتونه بندازه دور بگی به من چه؟ کسی خلافی نکرد آخه. به هر حال وقتی قاضی یه حکمی میده برای هر کسی یا هر چیزی اعتراض داری؟ پامیشی میره اونجا سند و مدرک میبری میگه اشتباه شده. نه اینکه حکمو بندازی دور. اصلا میتونه به خاطر همین باز ازمون شکایت بکنه. کی؟ احتشام دیگه. عمرن غلط میکنه اندازه این عرفانی ها پا آویزونش میکنه. جهان آخه همه کارا رو که با گردن کلفتی درست نمیکنن. گوش نمیکنم. مشورت باید بکنی. به هر حال هر کاری قاعده و قانون خودشو داره. من مطمئنم که از صابخونه وکالت تام داره. اگر نه چطوری میتونه حکم تخلیه رو بگیره؟ لابد رفته یه دلیل آورده یا گفته اجارمون سر رسیده یا اجاره ندادیم. وگرنه قاضی که نمیتونه بدون دلیل حکم صادر بکنه. آقا ما که همیشه اجارمون رو سر موقع دادیم نه مبو؟ جهان یه 3 سالی ما ازش رسید نگرفتیم. ما میدونین اون اوائل نداد ما دیگه زیاد جدی نگرفتیم. فرنگیس خانم شما رسید گرفتی؟ والا با رسید گرفتی؟ ولی فکر کنم چون تمدید نکردیم تونسته بره حکم تخلیه رو بگیره. خوش گذشت. چی دیگه گابمون زایید. اما اون گاب آدم بزایی چی میشه؟ شمیدونم همون یعنی صاحبش در به در میشه. در به در؟ آره. ولی حالا جدا چی میشه؟ هیچ. وقتی ما مدرکی نداشته باشیم قانون حقو به اون میده. ما هم زبونمون کوتاه. غلط نکنم بله این 3 سال پولی که همو گرفتین کریه که همو گرفته رو بالا کشیده اپلی اپو کرد. بله آره همه رو خورده یا خونه کم رو چه با آدم کلاشیه این اه نداره همه پولا رو خورده میگه. مادر من ما هنوز هیچی نمیدونیم. چی هیچی نمیدونیم؟ درست داره جدل حل میکنه مادر من سرمون کلا گذاشته. ما
من حلقومش میکشم بیرون، جهانو میندازم به جونش، میفهمه اون وقت کی طرفه. حالا بلکن ببینم، شما حالا میدونین اصلا قراره کی صابخونه بیاد؟ والا آقای احتشام مثل اینکه به جانگیر گفته بود یه دو هفته دیگه. آره دو هفته دیگه. بابا خاله ستاینه که رفتن خارج، پس کی میخواد وسایلشونو ببره؟ نگران نباش، بابا درو میشکونه میره وسایلشونو برم داره میاره بیرون. ولی جدیا سر این اسباب اساسی ستاینا چی میاد؟ هیچی. وقتی حکم تخلیه صادر شد یه مدت اول صبر میکنن ببینن تخلیه میکنیم یا نه، بعد میرن مامور میارن در حضور مامور، قفلو میشکنن، صورت برداری میکنن از وسایل، میبرن میریزن یه جایی، بعدم خونه رو خالی میکنن دیگه. اگه این حکمه بود من میرفتم اداره با یکی دو نفر مشورت میکردم، یه اعتراضیه مینوشتم میذاشتم رو این حکم. ولی حالا کو حکم؟ آقایون حکمو میگیرن. بله خوب آقا رضا که چوب خوش تشریف ندارن، خب میرن حکمو میگیرن دیگه. من آره به شرطی که تیلیتش نکرده باشه تو کوزه خورده باشتش. من میدونم آقا رضا صبح تشریف میاره همراه بنده با ماشین میریم اونجا، من تو ماشین میمونم، ایشون میرن حکمو میگیرن و میارن. باشه چشم، ما میریم میگیریم. من میدونم عمو رضا میتونه، مگه نه؟ میتونه. آره عمو ایشالله. چه این کار دست و دانش کنم چه به سلام. سلام. حال شما؟ صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. جهان آماده است؟ یه چند لحظه صبر کنین. بله آماده میشه. ممنونه. فقط آقا رضا. بله. دارین میرین پیش احتشام، حواستون باشین جهانگیر خیلی عصبانی نشه. خیالتون راحت باشه، من خودم هستم. هستین دیگه. بله بله. بفرمایید. ممنونم. نه بابا جدی میگم، نه فکر کنم اومده پیش شما. آره آره میرفت، گفت ممکنه سری به شما بزنه. نه یه کسالت کوچولو از نوع همین سرماخوردگی های معمول. بله بر ببخش، برحال ببخش، خیلی ممنون لطفتون. امید جان جنابالی منزل تشریف داریم. سلامت بشین، خدا حافظ شما. چطوری رضا؟ اصلا بابا دیگه خونه ای که جانم، گفتم بی معرفت نیست این نمیره، همه گفتن رفته سیسیلیا و ایتالیا و چه کار و اینا و کجا نیست. بفرمایید بنده حاضر آماده دو ساعت علاف شما، اصلا این بشریت معطل زناست. معرفی میکنم جناب حسن کلاف با بیش از 100 سال سابقه کلافگی. بابا اهلا و سهلا، ما خبر تو از سیسیل داشتیم بابا. پا خب از خودتون بریدین و دوختین دیگه، کجا داریم بریم؟ گوشه خونه افتادیم. شایعه بوده. سلام آقای صالحی. سلام علیکم خانم، حال شما خوبه؟ سلام عمو امید. سلام عمو رضا. سلام بابا جون. شما مگه نرفتین؟ نه بابا همینجای خدمت شما. خب پس ما تو حیات منتظر بشریتیم که ما رو از معطلی در آره. خیلی کسی شدم. جناب حسن کلافه با بیش از 100 سال سابقه کلافگی. از اون مربا میده؟ خیلی بی‌حوصله‌ام. حسن که حالش خیلی خرابه. بی جا کرده؟ داغت نبینم امید جان، طوری شده؟ نه بابا یه خورو کسلم همین. بابته؟ بی حوصلگی. نمیخوای به ما بگی دیگه؟ نه جون تو چیزی نیست. ای 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 حالا دیگه ما غریبه ایم دیگه، طوری نی موندم معطل، این با این حال خرابه چجوری میخوای در اینجا بری؟ من جایی نمیخوام برم، من همینجا هست. وحا باید اسباب کشی کنی داداش. من اسباب کشی نمی کنم آقا رو، مجبوری. هیچ کی نمیتونه منو مجبور کنه. این دفعه دیگه باید بری داداش. بگو جریانو براش. حکم داره، حکم داره، قراره صابخونه یکی دو هفته دیگه تشریفشونو بیارن. جناب محتشم
عرض به حضور که پیله کردن قبل از اومدن صابخونه، چه کنن؟ ما رو اینجا بیرون کنن. هر کی میخواد بیاد بیاد، هر کی هم میخواد بره بره، برای من فرق نمی کنه، اصلا برای من مهم نیست. حکم تخلیه اومده، مهم نی؟ ترش میریم مسافرخونه دیگه، شما برین یه فکری بالا خودتون بکنه. بینم خب اگه مهم نی بچه رو سگرماهات تو همه. آره مهم نیست که خب بیا بیا کن دیگه بابا، بیا بیرون یه خورده. ما چون دستم حوصله ندارم، حوصله ندارم چیه الان بیریفت میکنم. آقا یه مشتمالش بدی بیا بخواب اینجا، تو بیا بخواب اینجا بخواب یه در یه مشتمال زیر بغلش بگیر. بزن خودش بزن. اوف اوف. صبر کنیم برمیگردم. مامانی میره سر کار تا دلت تنگ میشه. قربونت برم. عوضش اسم میبرمت پارک. خوبه؟ جونه. اختی خلصه تره. یه چیزی جا گذاشتم. یه چیزی یا یه کسی. حالا ماما خاله چقدر ناراحت بود. زن مرد زن رضا من اصلا حوصله ندارم. بخند یه خورده بابا، کشتی ما رو با این قیافه. بابا بلا تکلیف من به خدا اصلا حواست نیست که نیستم. خب تکلیف تو روشن کن. بازبار اونم بلیط ببین انداخته و رفته. تکلیفم روشن کن چیه؟ یا باید نمالش را بیافتم برم ایتالیا یا زن بیزن. الان اصلا نمیدونم کجا هست. خب یه زن بزنیم برای بپرس. پاسگاهی جایی بگو بیاد. اگه گم شده. امی جون مقصر خورتی داشته من. ای بابا. آخه آدم اینقدر ززه؟ والا آخه تو چه روزوار تو میدید از زنت؟ من نمیفهمم. برای داره من قرار نیست هر سازی که اون میزنن مزمونه، میزنن شماش یه غیر بدی که. ما یه استاد بنایی داریم میگه اگه تا 30 سالگی زن گرفتی گرفتی، نگرفتی دیگه نمیگیری. پشترش گفت اگه تا 40 سالگی زنتو طلاق دادی دادی، ندادی بیخ ریشت آقا امید. داره یه دوستانی وقت داری چون بعضی ازدواج و طلاق نیست، اون میخواد من سکته بده، میفهمی؟ در این رابطه هم گفت اتفاقا گفته کرده تا 50 سالگی سکته کردی کردی، نکردی تا آخر عمرت سکته هم نمی کنی. نگفت اگه تا 100 سالگی مردی مردی، اگه نمردی دیگه بالای 100 سال عمر نه داری. چه باور اینا بگیم بگی چیه یه اصداد من بگیم بگیم اینا بگیم. ای امید جان واقعیت این که مقصر خودتی برادر من. من یکی ها، یعنی این اصلا آینه همسر داری؟ توسط جهان صادر شده، جهانگیر عزیز. میگه چی؟ میگه برادر من زن که بیش از کپونش صحبت کرد داداش به 3 شماره. زن، طلاق، بچه، گداخونه، جون آزاد، خلاص. بگو تو بمیری. این دفعه رو تو ببینی، دفعه بعد شیریا قد بریم. جون سیبیلان. سلام علیکم. آقا ای والا آقای یوسفی. آبجی ما منظوری نشتیم، همین یه چی گفتیم امید موضوعش بیریخ بود، این همه بخندیم. همین تو هم نشستی به این حرفا گوش میدی؟ تقصیر شماها نیست، درست تربیتتون کرده بودن اینجوری حرف نمیزدیم. سوء تفاهم شده ستاره خانم، من اصلا منظوری نشته همچی. آقای محترم یه آدم باشعور راجب زنش اینجوری حرف نمیزنه. ببینه آبجی من هر جوری که دوست دارم مزنم حرف میزنم. توضیح واضحات ندین. اینکه معلومه شما هر جور دوست دارین و هرچی دهنتون در بیاد میگین، ولی حق ندین راه و چاه به دیگرون نشون بدین. بفرمایین. چشم. تربیت نداشتم آبجی به من میگه با زن جماعت دهن به دهن نشن. خدا بسامی چون
خوبه اینو بهتون گفته، چیز دیگه ای نگفته؟ یه چیز دیگه هم گفته. واسه خانومه با فرهنگی مثل شما خوبیت نداره جایی که گپ مردونه میزنن. فالگوش بایسه. به من تربیت یاد ندین. گپ مردونه راجع به زندگی خصوصی من؟ ببین خانم. ببخشید ما مزاحم شدیم. روزتون بخیر. امید جان خدا. بس زشت ستاره. اه. تو از من دلخوری به اینا چیکار داری؟ تقصیر توئه دیگه. اگه یه دفعه جلوش وای میسادی جرأت نمیکردی اینجوری حرف بزنه. تا شوخی میکرد تو نمواد به روش میآوردی که. شوخی؟ کجای این حرفا شوخی بود؟ آخه من نباید بفهمم چی شده جهان. بذار من یه چی به شوهره این بگم. چی میخوای بگی؟ ول کن بابا، خونه خودتو کثیف نکن، بیرو سوار ماشین شو. اینا رو نگهدار واسه احتشام. بذار فرنگیس خانوم بیاد مینا رو بذارم چشم. بشین محبوب. اومد. سلام عزیزم. سلام خاله فرنگی. سلام مادری. جهانگیر خان. چیه مادر جان با صبح اول صبحی؟ سلام از ما صبح چی؟ چی شده مادر جان؟ حالا چه میدونم. ستاره اومد رفت بالا بعد سبانه اومد روی من تاب. همین حالت خودتو حفظ کنی الان عالیه. خوراک احتشام. بذار حوصله داری. الان موقع شوخی کردنه. محبوب خوب برو عزیزم، برو دیگه. ببخشید مادر، خاله رو اذیت نکن. نه بچه‌م. رضا ها؟ ما بریم سراغ احتشام. تو رو خدا اونجا دیگه دعوا مرافعه را نندازی. نه بابا، یه ماچش میکنیم حکم ازش میگیریم. به امان خدا. خدا. خانم ببخشید. بله بفرمایید. خانم ساله یا ببینی نمیام. مگه اومده؟ حالا یه ساعتی اسم من اینجا علاف کرده. یا بیان بریم یا وایسیم. ببین چی کار باید بکنیم بالاخره. خب اگه تشنتونه آب چیزی میخواین براتون بیارم. من خیلی ممنون. صرف شده. که نصف عمرمون علاف این زنا شده. اینم روش. نصف عمر دیگه‌ت هم که معطل بمونی باز به اندازه اون 9 ماه انتظار مادرت نمیشه. تازه اون کرایه هم نمیگیره. ما که 7 ماه به دنیا اومده. تو اون امیدی هستی که من میشناختم؟ من با این امید ازدواج کردم. شدی عین بچه ها. اصلا نویسنده ای؟ میشینی هر کی هر مزخرفی میگه گوش میکنی؟ لابد میخوای افاضات آقای یوسفی رو هم یه نویسی. بابا ای والا. راست میگی، خودتو بنویس. دلت به چی خوشه؟ اینجوری 100 سال دیگه هم هیچی نمیشی. یا خوابی، یا کتاب میخونی، یا کاغذ سیاه میکنی. خدا وکیلی چقدر از پول کاغذایی رو که حرام کردی از راه نویسندگی در آوردی. کار دیگه ای هم بلد نیستی. ادعاشو داری ولی پای عمل که میرسه هیچی. فلجی. بالاخره یکی باید این زندگی رو جمع میکرد. تو که همش خوابی. خب من با حمید صحبت کردم و پیشو گرفتم. بدبخت این دفعه دوم یکی داره برامون دعوتنامه میفرسته. اون دفعه که ادا در آوردی. این دفعه هم که با 100 تا بدبختی پول بلیط و ویزا رو جور کردم غمباد گرفتی. بابا من آسایش میخوام. به کی بگم؟ دلم میخواد برم یه جای زندگی کنم که همسایه به خودش اجازه نده بیاد تو خونه من به من توهین کنه. خسته شدم. چشم به هم زدم 14 سالش گذشت. چقدر دیگه وقت دارم؟ شدم مثل این زنایی که فقط بلدن غرغر کنن و پشت سر این و اون حرف بزنن. بس دیگه. چقدر ادای آدمای مرفه ها در بیارم. اشکال شما مردا اینه که فکر میکنیم ما زنا ول نمی کنیم و بریم، ولی این دفعه تو کور خوندی. تو کجا میای؟ دارم اینو خرابکاری تو رو درست کنم دیگه. لازم نکرده. آدم عصبانی دعوا نمیکنه. درس اول. برو بشین. بابا من اصلا عصبانی نیستم. الحمدلله داره میره دیگه، ریختشو نمینم. واسه همینم چی نگفتم. هستی. درس دوم. دعوا مال خره. همه فوت و فنایی که گفتی افتادم. درس سوم. سینه کفتری، کتو کول باز، کت رو شونه، پا پرانتز. صدا تو سینه. ارتشام. محتشم. آره. محتشم. Thank you.
ببخشید. آقا احتشام تشریف دارن؟ کوچیکش. بودو بری، پیش میری. چی شد؟ هیچی حل نمید، برات میگم الان، بیا بری. گرفتی؟ حکمه میخواد، فهم داریم را نواس میدادم آقا. آقا کاش بودی و میدیدی همچی یه تماس میکرد. آقا دلمون سوخ براش. آخه بابا هست بابا اینا ها. اه بهت میگم گرفتم نگه بفر برو. حالا کدوم ها بزنیم؟ کدومش هست؟ نمیخوای بیای بدرقه؟ دارم میرم ها، برم دیگه بر نمیگردم، فهمیدی؟ آره خیلی وقت فهمیدم، برای همینم اومدم اجازه دادم که بتونی تنهایی بری. پس مطمئن باشم دیگه نمیای؟ میخوای اینجا بمونی تا بپوسی؟ نه اتفاقا این دفعه میخوام پوست بندازم، میخوام خودم رو پیدا کنم. مگه نگفتی من عوض شدم؟ میخوام بدونم من کدومم، میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم بعد بیام. من با خودم مشکل دارم. من تو کاغذ و کتاب و نوشته دنبال یه چیزایی میگشتم که برام لذت داشت. پول توش نبود ولی لذت داشت. مشکل من این بود که تو رو تو لذتهای خودم شریک نکردم. میگی بیارزم؟ باش. دست با چلوفتی هم؟ باش. فلجم؟ باش. من میخوام خودم رو ثابت کنم، اونم اینجا تو مملکت خودم. میخوام اگه قراره که این کارو بکنم تو مملکت خودم باشم. من نمیام. میخوام اگه زمینم میخورم تو مملکت خودم بخورم. اینجا بالاخره اگر زمین بخوری یکی هست که بیاد در خونتو بزنه بگه هی عمو خرت به جنبم. اونجا رو نمیدونم. اگه فکر میکنی اونجا استعدادت شکوفا میشه برو. اگه فکر میکنی اونجا تخم دو زرده میکنم برو. اگه واقعا فکر میکنی مرغ همسایه قازه خب برو. من اینجا میمونم، من هیچی نیستم ولی میخوام خودم رو پیدا کنم. من تو پیله خودمم. من تو سن و سالی نیستم که دنبال معجزه و شانس بگردم ولی میخوام یه چیزی رو بهت بگم قبل از این که بری. میدونی که من اهل شعار نیستم. اونجایی که تو میخوای بری اون موقعی که حموم نداشتن من اینجا تمدن داشتم. میفهمی؟ اگه فکر میکنی پولدار میشی برو. اگه دنبال رفاهی برو. من اینجا اینا رو به دست میارم. اگه خواستی میتونی برگردی و ببینی اگه دلت بخواد. خیلی حرفا دارم که تو گلو مونده. اگه بخوام برات بگم موهام سفید میشه.
هیچی عزیزم. کاش انقدر بزرگ شده بودی که همه چی رو برات میگفتم. یعنی من بزرگشم قصه میخورم؟ آره عزیزم، آدم وقتی بخواد از همه چیز دل بکنه قصه میخوره دیگه. راستی خاله ستاره گفت یه چیزی جا باشم پس چرا نبود؟ خاله ستاره خودشو جا گذاشته. در چنین مواردی موجر مقصر شناخته می شود. نقطه بذار. حالا بیا سر خط سه نقطه بیا توی پاراگراف باز کن، بیا جلو بنویس نظر به ماده واحده. در چنین مواردی چی بابا؟ من هنوز جمله رو تموم نکردم، همچون باز خودت داری میگی میری جلو. بذار من اینا رو بنویسم، دستم خسته شد. آدم آهنی که من نیستم مادر من. انگار شاخ قول میخوای بشکنی مادر جون. من خودم با اون خوشخطی داشتم مینوشتم، خودت گفتی میخوای کامپیوتری بکنی. به خدا اندازه تو بودم 40 صفحه مینوشتم اصلا احساس خستگی نمیکردم. اون فرق میکرد مادر من، دوره شما میگفتن مینوشتن، الان دوره کامپیوتر، عصر کامپیوتر، بنده باید تایپ کنم اینو. شاید عصر فرزندان من جوری باشه که اصلا نگفته واسه بنویسه. ای الهی من قربون فرزندان تو برم. راستی رضا، رفتم سوپرمارکت دنبال همین روغن چیز بودم بدون کلسترول. یه دختر خانم اومد مثل ماه، چقدر با کلاس، چه با سواد، میگفت روغن مایع مصرف نکنید. قانون ماده واحده چی بود؟ بگو ببینم سر خط چی بود. بگو مادر من عجله دارم باید برم. یعنی چی؟ نمیخوام اصلا بنویسی؟ به حرف من گوش کن. تو خب میدونم چی میخوای بگی. لابد افتادی دنبالش، خونهشون رو پیدا کردی، قرار عروسی باشون گذاشتی، منم فردا برم ببینمش. خب مگه چه عیبی داره؟ تو چی کار داری به دختر مردم که کجا زندگی میکنه؟ چرا این کارا رو میکنی آخه مادر من؟ من نمیفهمم چرا من هر وقت راجع به زن گرفتم با تو حرف میزنم تو این تفره میری. آخه الان وقت این کاراست؟ وقت این صحبتاست؟ دارن خونه میندازنمون بیرون. بابا من که نمیگم همین الان برو عقدش کن. پس چی؟ عجب نمیخواد بابا جون بنویسی، بلنش برو این قضای امید آقا سرد میشه، ببر بهش بده. بنویسم قهر نکن. نمیخواد دیگه، نمیرسم بیام بنویسم. بابا میگم این زنش نیست، قضای گرم نداره، ببر بهش بده دیگه. نمیخواد، پاشو ولش کن. خودت خواستی ها. توی یه ظرف تمیز بکش بذار تو سینی ببر، زیر چاییرم خاموش کن. من نمیفهمم، انگار من میگم همین الان تو عروسی کن. بابا من میگم زیر نظر بگیریم. یکی نی به این بگی آخه بابا بعد 5 سال گشته گذار یه کار پا میشیم اینجا این همه آدم آواره کنی که چی؟ آخه میدونی چیه؟ خونشه، اختیارشو داره. مثل شما که اختیار ما رو داری، هر حرفی رو هر جایی میزنی. چی شو؟ از خودت بپرس. ببینم واقعا تو رود شد اون حرفا رو جلو آقای صالحی زدی ها؟ کدوم حرفا رو؟ همون حرفای زن طلاق و گدا خونه و جون آزاد. و چی اومد به تو گفت؟ نمیخوام بدونم کی به تو گفته. چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که تو گفتی. بابا محبوب جان من شوخی کردم. شوخی؟ در مورد زن و بچت، اونم جلو آدم غریبه. خوبه. ای بابا، بابا جون این امید اگه حال روزشو میدیدی میفهمیدی من انقدر دلم برای این بنده خدا کباب میخواست. گفتم یه دوست که الان مردی با هم شوخی میکنم، چه میدونستم زنش میاد اون پشت فالگوش با میسه. شما خانوما همه تونه اینه همی خبرگزارین، فقط اسماتون فرق میکنه. همچی قیافه میگیره انگار چه میدونم یه تیم سلاخی کردیم یا غم کشی کردیم. میدونی بعضی وقتا زخم حرفات از صد تا غم بدتر. باشو باشو این شامو بردار ببر برای آقای صالحی تا سرد نشده. اینقدر جدول حل نکن دیگه. با جدول کدومه؟ دارم حساب کتاب میکنم ببینم این محتشم تا حالا چه غم تو باکش پول ریختی. احتشام لازم نیست حالا حساب کتاب کنی. بلنش بلنش این شامو بردار ببر، بعد نیست ببینی خونه ای بیزن چه حال هوایی داره. ای بروی چشم.
شدی پوست و استخون و گوشت و دنبه. بیا چی نداره؟ بیا بابا، بیا اصلا، بیا عزیزم. ببین بابا جهان چی کار کرده براش. پیشناز بشی تو. اینا را کجا آوردین بابا؟ بابا جهان قضاشو بیا. بچه‌ام بوق کرده غذا نمیتونه بخوره. آخه آخه. نجوز اصلا میل ندارم. آره. شدی. ببین باش قابتم بگی تو. بیا. ببینم تو چته؟ معلومه از بس چی اصلا غم برنگ زدی؟ او یه خود کسلم گفتم بهت. ای فدای سر راحت باش، خوش باش، غذا تو بخور. وال. جون تازم میل ندارم. بیا بابا جون میل ندارم. میخوای قاشق قاشق بزنم بهت؟ غذا ایتالیایی واسه درست کرده مامانم. بیا. کدوینو. بیا بابا. ترشیتو. پیازات. هوا پیمای میگه. بابا سبزینو. بیا 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 ماشاءالله گاراژو باز کن آخه حالا همه رو با هم میخواد بخوره من میدونم دیگه من میشناسم جنس خرابه تو بیا بخور بابا جون دیگه آها بیا بیا ببین جهان وسط چی آورده بابا نمیذارین من امشب میخواستم سبک بخوابم ناز میکنه راستی حکم تخلیه چی شو بیریخت اوزا فعلا بخش نوشتاریش افتاده گردن بنده مادر مام که ما رو بیچاره کرده هرچی کتاب قانون و حکم و اینا بوده ریخته جلو ما هیچ نشستیم همینجور ماده واحده نوشیم 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 پینه بسته دستم چه بد نیستش که چه داره کمک میکنه دیگه اینجور کارها رو خوب بلده فقط تو یه کار مادر من گیر کرده اونم چجوری واسه من زن بگیره گیره اینه نبینم قصه مسته بخوری خودم اینجا هستم تو فک فامیلا میگردم یه دونه این بیریختاشو بسات پیدا میکنم سن و سالاشون معمول حدود 70 خوبه همین یه کارا مونده با خانواده بنی هندل خواهش میکنم خیلی دلت بخواد اینو حلالترین اونو اینا میدم به بچه‌هاشون بخورن نایلون آقا این طرف کی میاد کی خانومه اون که میاد نه جناب صابخونه مکرم ساختمون گفته این هفته نه هفته دیگهش از فردا باید بزنم دنبال پول باید قبل از اینکه صابخونه بیاد خونه رو بخرم کمپلت تو دو هفته رزشون زنگ بزنم اورژانس بدونی ببر خواهش پرش نیم کرده مثل اینکه حالت خوب نیم میخوای ببندیمت حالا میبینیم به قول استاد بنایی صحیح اگه آدم زیبایی شناسی داشته باشه لبو هم بفروشه درست میفروشه قشنگ میفروشه تاکسی برونه خوشگل میرونه حالا میبینیم ببین الحمدلله تو که وضع توب شد دیگه خیالمون راحت حله حالا تا این اورژانس برسه بگو ببینیم ما واسه چیکار کنیم اونش رو بزنیم به عهده من اجالتا از فردا باید بیافتیم دنبال خونه یعنی خونه رو راست ریسش کنیم اون آورده من نوشابه داریم بخوریم بس بخوریم بزن آقا بخوریم خوب سیر بودی ها نمیخوردی اصلا نگاه کن تشو داره بود چیه؟ تو فکری؟ تو نخواه امیدم طفل خیلی داغونه اوراق هی زور میزنه خوشو سرپا کنه اما داد میزنه خرابه یه امیدی که من میشناسم یه هفته بیشتر نمیتونه بدون زنش دووم بیاره حالا تو خودتو خیلی ناراحت نکن ستاره از اون بدتره اگه بر نگشت میدونی آدم ها دو رو دارن یه روشون به ماست یه روشون به خودشون
یعنی کیه؟ عجب، به من و شما چه دخلی داره خانم؟ نه نه نه، گوش کن، یکی هست. باز این غیب گفت. میدونم یکی هست، ولش کن. غلط نکنم ستاره است، گفتم برمیگرده. بابا اشتباه میکنی ات. حالا میبینی، مگه میتونه بره؟ الو، ببین اگه این اولیا مخدره بود راستش تیز به من خبر بده، من جیم شم. خرج داره آقا، خودتو لوس نکن.